سلام، با یکی از دیگر برنامه صبحانه خوش آمدید. من فرهاد رامکیستم، در کنار ما یک مهمان خیلی عزیز و محترم را داریم. آمدن تا امروز در مورد زندگی شخصی و موضوعات بسیار خودمانیشان صحبت کنیم. در تیویت طالبان گفته که زبان خودتان نگفته دراز شده. من برای طالبان میگم که زبان منوز هم دراز میشه. هر چیز نکده دیگه. در نگهداری اطفالتان بیشتر تعریفشان نکردین؟ سنگین مستین مثلا پمپرزش را تبدیل میکنین؟ صد فیصد ما بودیم، من از این خاطر یاد نکرد. آیا میخواین در وزارت امور داخله باقی بانین؟ خب وزارت یک پوزیشن سیاسی است. وزارت امور داخله. خب شندان سر چاکی وزارت دختین؟ به تو نگوین وزیر سر مره منفق. از خانمتان بسیار زیاد میترسین؟ نه خیر. آوازه است که عروسی دوم قرار است کنید. نه. بله. پرنده های مهاجر بلا نبرگشتند. طارق قاریان، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در کنار ماست. خوش آمدیم. سلام به شما. سلام رامکی صاحب. تشکر میکنم از دعوتتان در این برنامه زیبا. بخیر باشید. سلامت باشید. فاطمه، معمولا سخنگوی ها یا هم کسایی که در حکومت کار میکنن بسیار آدم های جدیستن. میدانی؟ میدانم، اما چون اما وظیفیشان ایجاب میکنن که اون تو یک شخصیت برای خودشون میگن، اما در پشت سر اینا یک آدم هستن دیگه. اما تو یک آدم هستن نه، چون اما تو موضوع بگویم یک آدم فرشته، یعنی یک آدم نیست که اما تو جدی باش همیشه مثل که، یعنی ما خودت باید در برنامه خنده کنیم، شوخی کنیم، مزاح کنیم، اما مردم خبر نگو پشت سر چقدر غم و چقدر مصیبت و چقدر جنجال دیگه از زندگی مثل دیگه کسام ما هم داریم. و پشت سر خودم معرفی کردیم، من فرهاد رامکیستم و من هم بخی یاد دارم فاطمه رسا، همکار بسیار عزیزم. شما زنده باشید. تشکر. بسیار همکار خوبم که برنامه صبحانه رو یک جا شروع کردیم و انشالله که یک جا ختم کنیم، یک روز اگر ختم شد. اگر چی میگم؟ اینجا دیگه است. به دلیل از این صحبت ها را کردم امرای فاطمه، گفتم که ما شوخی میکنیم امرای تا ناراحت نشد، ما سوال بسیار باز میپرسیم ناراحت نشد، ما سرتان گیم بازی میکنیم ناراحت نشد دیگه. خب ببینیم که به کدام مرحله میرسیم. به مرحله نرسیم که ما از قای قهریه کار بگیریم. آه بسیار نه، دوستان بسیار از تان میترسیم، هم یک کمه که خدا میگیریم. اولین سال، در تیویت طالبان گفته که زبان خود تا نگفته دراز شده. اگه قدر زیاد زبان درازی نکو که کوتاهش میکنیم. من برای طالبان میگم که زبان منوز هم دراز میشه. هر چیز نکده دیگه اندوش. متوجه باشین. خدای نخواست. کلگی کتمه مشکل داره می ادبیات که من بسیار تهاجمی هستم. و راستی بر ما عادی شده. خود تویترهایی که مرا بر ما تهدید میایه از طرف طالبا، من میفهم که دستگاه تبلیغاتیشون کجا هست. پشتی آدرس ها کی هست. حتی پشت ذبیح‌الله مجاهد خود ذبیح‌الله مجاهد نیست. پشت قاری یوسف احمدی خودش نیست و و و هویت های دیگه که تا حال اینا مجهول ماندن کس ندیده یاره. چرا؟ چون اینا در بین مردم جای ندارن، مردم یار نمیخواه، از رهبرایشان گرفته که اینا هر کدام در معیشت خود مصروف هستن، سه چهار زن گرفتن در دوها و در امارات و در چهار دوبر مصروف معیشت خود هستن و این طرف پایین تر آدمکای مجهولشان باز میایه در فضا چون حضوری خو نمیتونن که ما مقابله کنن، که ما مبارزه کنن. ما سرکوبشان میکنیم، در 20 سال گذشته سرکوبشان کردیم دیگه. باز کارشانی است که ولایت تو میکنیم و تو میکنیم و میکنن، چون کار از یا همی است دیگه. کدام ابتکار، کدام عرضه خدمات، کدام حس سمپاتی و همدردی با مردم افغانستان ندارن. از این جهت دیگه ما به یک حسن نیت با تمام روی باز مردم افغانستان به رضای یک زمینه را مساعد کرده که بیان به صلح. باز اگه به صلح نایم زبان ما بیان دازه دراز میشه. خب بریم خدا نگاه کنیم یک صبحانه میگیریم و بسیار گوشنا شدیم این صبح. من گفتم الوی قسمت اصلی آجندای تا نمی هست. قسمت اصلی این صبحانه است. بیاین خیلی یاری هست. مرد زر کنم یک زر نگیرید، هر قدر کشتی ها دارید بگیرید، یعنی که بخاطر از یک نشان بده کم خوراک هستید، کم خواد کرشید نه هر قدر که دوست دارید.
آیا صاحب در شورای امنیت راحت تر بودین یا فعلا که در وزارت امور داخله هستین؟ وزارت امور داخله فضای بازتر داره، چون یک ارگان است که نزدیکترین رابطه را با مردم داره. شورای امنیت یک نهاد پالیسی ساز امنیتی است و خامخواه اونجا امو مدودیت های خود داره. در این وظیفه هم که آمدیم بیشتر ارتباط ما با رفقای خبرنگار و رسانه و هرچند بعد از خبرنگار هایی راضی نمیشن از سخنگوی. بسیار گلم میکنن از سخنگوی. صد دفعه جواب بیتی، یک دفعه که باز جواب مسیج بار بیادر میگه یک جواب نمیده. شما سی رقم از کدام تیپ سخنگوی هستین که زود پاسخ میگین به مسیج ها یا تماس های خبرنگار ها یا کم دیرتر؟ بستگی داره، بعض وقت ممکن است که بعضی از پیام ها از پیش ما بانه یک ذره دیرتر جواب بدیم، اما قطعا به او قصد وجود ندارم. ولی بعضی از رفقای خبرنگار ما بسیار نازدانه هم هستن. عمر خدا که برای جواب بدی بازم یک بار که اگه مس شد مسیج بیادر حکم محکمه تصادر میکنن. ولی من دوست دارم کلگی رفقای ما هستن و شیوی پرسش باز و نو پرسش فرق میکنه. اگر پرسش آماری باشه، مثلا بعض از رفقای خبرنگار ما آمار مثلا 6 ماه یک سال از جرایم یا مسائل دیگر هم میخواهم یا گزارش های میدانی و تعقیبی و ریسرش دارم، او نیاز به یک فرصت داره. یعنی آنن ما نمیتونیم به یک روز آمار یک ساله یک موضوع رو بکشیم. و قانون دسترسی به اطلاعات هم نمی موضوع سراحت داره. ما تا 10 روز فرصت داریم که یک پرسش آماری رو برش جواب پیدا کنیم. ولی ایره هیچ برای ما مراد نمیشه. ما خواهش میکنم از رفقای ما یکی سخنگوها هیچ وقت چی میگن کم گپ نمیزنن، همیشه زیاد جزئیات میتونن گپ میزنن. یکی کسایی که مجری هستن یا گوینده هستن، اولین وظیفه رسمیتان کجا بود و چقدر معاش داشتید در اولین وظیفه تان؟ ما اولین وظیفه خود را رضاکارانه شروع کردیم، هیچ معاش نداشتم. چقدر جالب. آدم خوب هستیم. بسیار وقت ما در دوران پانتون بسیار رضاکارانه کار کردم. یک ساختار فرهنگی بود، البته از طریق انتخابات که دو جوانا نقش داشتن. باز ما بلندترین رای را هر دفعه گرفتم از جوانا. رئیس بخش فرهنگی بودم در ایران. باز بعد از او یک زمینه مساعد شد، بسیار اکتیف بودم. وقت برای ما لطف کردن بخش جوانان وظیفه را دادن و $275 معاش داشتم. دوران محصولی. چند سال پیش؟ چند سال پیش بوده؟ سال 2011 خوب بوده دیگه اون زمان. آه خوب بوده. پول زیادی بوده. پولی که ببخشید پولی که آریان صاحب اون زمان معاش میگرفته؟ آله فراجان ایره. نه میخواستم بگم همون زمان من مقدر معاش میگرفتم، اما آله چقدر میگیرید؟ من خدا با شما یک مقایسه کنم. آله محرم از داده گفتن هم بیتونم. زیاد تفاوت هست. از زندگی تان بگوین، قصه کنین. فراجان اونجا نشته کرد، عروسی کردین، چند اولاد دارین، چند بار عروسی کردین؟ نام خدا من دیشب امرای آریان سایت صحبت میکنم، بسیار در بکراوند سرصدای تفلکار بکراوند تلویزیون بیدارم. من شکر 3 اولاد دارم، اسلان جان، التاو جان، ادیب جان، 7.5 ساله، 4.5 ساله، 1 سال و 2 ماه. بسیار دوستشان دارم، بسیار شیرین هستن هر سهشان و شوخ. دیشب ما شما تلفنی که صحبت کردیم شوخی از او بود. شوخ هستن دیگه. بله. و زندگی که در او آدم به میل خود ازدواج میکنه و زندگی خود دوام میده، باز اولاد میه، بسیار شیرین میشه و من اولادهای خود بسیار دوست دارم. از اون پدرهای اولاد دوست نه، یکان پدرها بیشتر از کلگی دوست داره. نه خود دوست نداری؟ چقدر دوست داری اولادهایت؟ جالب است. من یک سوال کنم.
وقتی تایل شده؟ بعضی مجرده ها که میگیم میگه هنوز خوشوی ما تولد نشده. دیم ایران ما نم چی بگویم؟ خوشو کلام شد تولد نشده. نه، انشالله که یک روز شده که من معرسی کنم و یک خانواده تشکیل بدم. خیلی دوست دارم، مگر نمیخوایم که زیاد اولاده ایمان دوست داشته باشم، به خاطر که گدیم بسیار عادت نکنم، اگر بیرو باشم، اگر وظیفه باشم، نشه که امرای ما بسیار عادت بکنم. به خیر دو مرحله میرسیم و یک امر عادی است به زندگی. فلسفه زندگی و ازدواج همی است که یک رابطه اجتماعی جدید ایجاد میشه و رابطه گسترش پیدا میکنه، اول با خانم، بعد که تشکیل خانواده میدین، اولاد دار میشین با بچه های شما، چی دختر است چی پسر است، رابطه فوق العاده عاطفی شما برقرار میشه بینتون. یک امر عادی است، این دست خودتان نیست که شما بیره قلمداد کنین که گراف شتاین کنین. در کارهای خانه سهم میگیرین؟ گاهی وقت کار خانه رو یاد دارید؟ مثلا جاروب کردن، ظرف شستن، کالا اتو کردن، اتو کردن، بعد تناب انداختن. من آشپزی یاد ندارم، چند چیز عادی رو یاد دارم، گوشنه نمیمانم. خب تو خب من چند مدلش یاد دارم، املت یاد دارم، املت دو سه مدل یاد دارم، عادیش یاد دارم، تخمه که جوش میدی یاد دارم. کار مشکل است. من چای خوب دم میکنم، دست بسیار بامزه است. به چای بسیار فوق العاده دم میکنم و دیگه دوغ بسیار خوب جور میکنم. دوغ و چای که من جور میکنم هیچ کس نمیتونه. و از او خاطر به هر جایی که من چای میخورم، امی که شروع میکنم که بفهم که به طب من نیست، دیگه نمیخورم. مگر اینکه بسیار مجبور شوم، دل من بسوزه که چای مصرف شده، سرش باز بخورم. دیگه امی چای خودش طعمای مختلف داره، نه؟ هر کس که چای دم میکنه، امی چای یک چیز عادی به نظر هر کس شاید بیاید، ولی به میزبانی ما افغانا اولین تشریفاتی را که ما برای مهمان خود میگیریم انداختن یک گلاس چای است برش. بنابراین اینمو اولین گام تشریفاتی را که برای مهمان خود میگیریم بسیار مهم است. چای باید بسیار باید طعم خوب آماده شود، رنگش بسیار خوب باشه، باید گلاسی که رنگ چای را بکشه. باز ما ایراتی ها زعفران هم زیاد میخوریم. زعفران میگم. چای زعفران من خوب دم میکنم. چای زعفران و چه رقم دم میکنه که خوب خوبش میاد تاریخ میکنه؟ دو رقم، چندی رقم است. یک شما میتونید نمی برگای نازک زعفران بسیار کمش پرتین، باز با هل که او خوشبو میاد. یک رقم شما میتونید میکس کنین در میکسر، هل و زعفران را در یک بوتلک بارین که او هر دویش بویشان مجبور میشه. باز به مو اندازش به ترمز میپرتین، هم رنگ داره هم بوی داره، بسیار بسیار خوشمزه میاد. باز من در خانه هرچند بسیار خانم من بسیار آدم با سلیقه است، هم ده دیگ و شکر الحمدلله که یک کس که یاد ندار، باز یک کس دیگه پیدا میشه. پیدا میشه در آشپزی و در غذا فوق العاده بسیار عالی. باز در غذا من کچیری بسیار خوش دارم. من چون کچیری ایراتی را خوردم شما؟ نه خوردیم. آقای پدرام یاد کردن، حبیب رحمان پدرام نماینده مردم ایراد در برنامه کاکتوس، گفتن که غذای مشهور و سنتی و قدیمی ماست کچری لاندی. من دیگه یکی از بهترین غذای را که من دوست دارم کچری گوشت لنده است و در خانه بسیار خوبش پخته میکنم. گوشت چی؟ گوشت لند. لند امیره ما لاندی میگیم، گوشت پاک میگیم، ایراتی های عزیز ما گوشت لند میگیم. گوشت لند بسیار من خوش دارم. من بسیار خوش دارم. او شو همراه یکی از دوستای ما مهمانی بودیم، گفتیم گفتن چی پخته کنیم، گفتم لاندی پلاو. بسیار خوشم میاد لاندی، گوشت لاندی بسیار مزه‌دارم است. نمی‌فهمم چی اگه گوشت که تازه است که مزه نمیده. هر چیز که کنه شبه مزه میده. آنه اگه نیم در خانه ما برونی جور میکنیم، نیم چپس جور میکنیم و قمزه نمیده. چرا؟ باری هستم چی میکنم؟ خب باز خب خیلی بزنیم.
از وزیر دفتر میمونن بودن میشن غرام میشن مزدان میشن آلانی بولونی هایی که در این سرک میباشن اوقدر مزه میتن و در خانه که باز مادر یا مثلا خواهر یاد جور میکنن او خمزه نمیده و خاطر چی؟ او خود که اونا هم نمیشن خانه بسیار پاک است ما مردم افغانستان به پاکی و قدر عادت نداریم از خانه گفتین از فامیل گفتین یک از گوشت لاندی خارج برده بود ویره کلگی جمع شده بود که چی در نگهداری اطفالتان بسیار تعریفشان کردین سعیم هستین مثلا پمپرزش را تبدیل میکنین سرنان بودین من از این خاطر یاد نکردم بار شده که پمپرز بچه خود را چینج کردم خانه را جارو کردم و زندگی مشترک است داشپزی به زم خود ما سهم گرفتیم ولی دک پختن و چیزها را غذاهای تشریفاتی باشه یاد ندارم یه عادی که بین رفقا و خود آدم باشه آدم شکم سر میتونه یک چیز بخته کنه 100% سم میگیرم به خانه و یک خون مصرفیت ما فوق العاده است مدام یک مقاله اخیرا نشر شد که از ما یک قسمت روایات کاری و جنگی را در اون نوشته کردم او را که شما بخوانید میفهمید من اونجا یک جای یاد کردم که گاهی وقت در قانون کار ما 8 ساعت باید کار کنیم ولی من تا 18 ساعت کار میکنم اوه ایره من میخواستم بپرسم خیر آل داود پشمان یکی از هنرمندای فوق العاده خوب ما یکی از هنرمندای با استعداد ما در اونجا آمادگی گرفتن تا موسیقی کنند پشمان عزیز سلام برسه صبحت بخیر خوب هستی انشاءالله تشکر زیاد سلام به شما ممنون از اینکه دعوت کردین و یک سلام خاص حضور آدینس گرامی تقدیم میکنم خیلی خوشحال شدم که دیدم از نزدیک شعر رودکی رو میخوانم آغازین آید همه
ای بخارا شاد باشون درزی ای درزی ای بخارا شاد باشون درزی ای درزی شادمان آید همه آید میرزی تو شادمان آید همه آید بوی جوی مولیان آید همه آید یادیار مهربان آید همه آید همه یادیار مهربان آید همه آید همه آید همه آید همه آید همه آید همه تشکر میکنیم از هنرمند بسیار خوب ما محلی خان بسیار عالی که من واقعا دوستشان دارم و واقعا بسیار مقبول اجرا کردن و یاد مانوره که تشکری بکنیم از گلدن سار بابتی که حامی برنامه ما هستن و همیشه وقت میاییم سبانه بسیار مزدار دارن شما مطمئن یک سر بزنین محیط بسیار آرام یک 90% کابل رو همینجا دیده میتونین یک نقطه بسیار اساس و نقطه بسیار خوب کابل است و آریان صاحب بدلتان است صبحانه؟ بله اگه بارین که بخورین بوش خوابتان خالی شد برای خاطر برستان کنم چندان پرم نبوده پرم رو آریان صاحب دیدین اول که آورده بوش خواب شانه دیدین که بسیار پر بود آل میگه چندان پرم نبوده خب خیر بر مردم زیاد میخوانن این چیز بار دوم بار دوم بخیر انشالله که بعد از برنامه آریان صاحب مهمان نوازی میکنیم اینجا اگان چیزهای دیگه هم داره مثلا اگان خوزهای دیگه مزدار و جایش هست میتونیم انشالله حتما باز یکی از دوستای آریان صاحب اینجا پیشتر آمده گفتن که کدام امر خدمت باشه با سور هم زنگ میزنیم اگان امر خدمت درش بعضی دوستان میگه کدام امر خدمت بدون پیسه نقد بدون پیسه نقد اینام گفتن بابا بچه بیار یک جوز خب هر صورت میخواستم بدانم خب در هر دو سال سیر خوردم چقدر تند بود تند بود؟ سیر تند است دیگه و تندی زود گذر داره نه؟ آه تندی زود گذر اما با مزه است با مزه است سیر چی میکنه اینجا؟ سیر اینجا بوده در کاری است داخلش اگه شما میتونین نه درتان بگیریم خب مشکل فشار بلند داریم بگیریم نه فشار اتفاقا بسیار پایین هست پایین هست ها معلوم میشه یک سوال دو جز داشتیم از تام نخواستیم بپرسیم یک جز بحث ماشتان بود که او را جواب گفتید گفته نمیگین محرم است یک جز دیگر شما ماشتان چند است؟ اگر من بگم شما میگین به شرط راست خدا بگید راست خدا میگم زنگ بزنید چهار نه بگو همینجا من نمیفهم فراد ما تو ماش دارید همی دفتر به خاطر میفهم اینه که من از ساعت شش صبح میایم ده شب میرم یکان دوستا احساس میکنه که چطور من اینقدر کار میکنم چرا با دل جان کار میکنم عشق است علاقه است شوق است که من به میرشته دارم و میرشته است که من خواندیم و باید هم کار کنم خدا به دل از عشقتان چند ماش میگیری اگه من بگم شما میگین شما بگین نشه نگوین شما خواهش میکنم مخواه زیاد نگویی خواه یک اعتبار نداشتیم دعوت نمیکنم چند؟ من میخوایم با فاما مرا ماهانه بسیار کل کم میتن به دلیل از این که من روز اول که به تلویزیون یک آمدم به پول اصلا سرش بس نکردم ایچار بسیار زیادم ظالم است بسیار پول کم نشته کردن اگر حال بگویم شاید اگه آن آفر دیگه باید پول زیادتر بودن به خاطر نمیگم من مگر شما باید بگوین به خاطر از اینکه از شما ما میفهم خب شما نگوین یکی از سخنگوی قبلی رو زنگ میزنم ما شانو پرسان میکنم
حتما اونا مشارکت میگیرن شما میگیرین دیگه. والا قبلی سرپرست بود سخنگوی اصلی نبود. اونا مارششون خوبی نیست. خب یکی میگه سنت سنف دو آدم نه بیشتر دوستا چرا گرد بزنیم و بیانر خب خیلی گمش کب اصلا هم موضوعات نمیپیچیم بسیار زیاد مارشتان بالاست ما میفهمیم از کجا میفهمیم واقعا زحمت رو میکشید نگه نظر هم زحمت دارم هم پوست را که دارین سخنگو یک پوست یک وظیفه سبک نیست یک وظیفه متوجه گپ زدن باید باشید چه قرار باید دقت داشته باشید سبا روز یک گپ سرتان نیاید امنیتش و کل چیزش دگه در لباس های رسمی را هستیم چند وقت پیش کدام موضوع بهسود بود نه؟ خب اکس های مرکولگی بالا کده بودن ادام شد و ادام شد آه شک برکناری تن هم اضافه شده بود آه. خب او سوال هم میاییم در لباس های رسمی را هستیم یا غیر رسمی؟ من کتشلوار همیشه خوش دارم راحت هستیم دیگه آه فوق العاده راحت هستیم بسیار خوب چون امروز کد اکس بیرنتون ما نامدیم تشکر از این کلم دارم من میشه در وظیفه درشی میپوشم و کتشلوار استفاده میکنم و لباس نظامی هم خوش شدم آریان صاحب شما را دوستایی که در شک کرده بودن و خواستار برکناری شما شده بودن در این حال شما را دروغگو خطاب کرده بودن و گفتن یکی از سخنگوی های من فوق العاده دروغگو هست تشکر میکنم از حسن نظر دوستای ما خب ما دروغ نمیگیم هیچ وقت چون معلومات را که به اون موقعش ما شریک ساختیم معلومات همون قدر بود یعنی بعد از اینکه معلومات انکشاف میکنه در وزارت داخله ما هر معلومات را که شریک میسازیم باز اگه انکشافی باشه باز انکشافش ما شریک میسازیم و به اون مرحله که ما اعلامیه دادیم و معلومات شریک ساختیم معلومات از ساحه نمو بود بر ما رسیده بود بعد از او تحقیق صورت گرفت چون اون معلومات بدون تحقیق بود نه؟ و این بعضی از دوستای ما که من تشکر میکنم اگر توهین کردن هر چیز گفتن لطفشان است اما این ما باید وضاحت بتونم تا حال مده ای جایی را پست کردیم نیم گفتیم که یک سوی برداشت شده او مو اعلامه ابتدایی بود ما بدون بررسی فرصت بررسی شنوز نامده بود در اون مرحله شریک ساختیم و پس از اینکه بررسی شد باز ما نتیجه را شریک ساختیم که این بعد از بررسی نتیجه ای است خب خامخا فرق میکنه باز بعضی آمدن که ای باید ادام شده ای باید برکنار شده باز من ایچ به پیشانی باز نمی ترسین قهقتا را خمامزاد میخیزه و قد زنجالا برتان جور میشم شما وظیفه تان صادقانه انجام بتین خام خود در این مسیر کسای پیدا میشن که یا برداشت درست نمی باشه یا ابهام شکل میگیره من بسیار با جرات هستم به وظیفه فوق العاده و هضم برام از وظیفه خود به دلیل از اینکه با صداقت وظیفه انجام میکنم و از او خاطر وقت شما وظیفه خود صادقان انجام میتین بر شما لذت بخش است در آینده میخواین چیکاره شوین و آیا میخواین در وزارت امور داخله باقی بانین یا نه به یک از ادارات دیگه برین من از سکتور امنیت و دیپلماسی نمیبرایم و خوش دارم در این سکتور زیادتر کار کنم چون چندین سال در این بخش کار کرده در پالیسی، در اصول و در این مسائل آشنایی دارم و خوش دارم چون این سکتور سکتور حساس است کجا را بر خود میبینین؟ هر جایی که باشه معینیت ارشد، معینیت پالیسی، معینیت مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر از سه معینیت یک چند انتخاب کنین؟ معینیت ارشد نظامی است و اگر نظامی شدم یک روز حتما معینیت ارشد خواهد شدم اگر نه از دو معینیت دیگه اگر در بس در پوزیشن ملکی ماند و پوزیشن های سیاسی خب وزارت یک پوزیشن سیاسی است وزارت امور داخله خب سمدانه سر چوکی وزارت دختیم به تو نگوین وزیر سر مره منفق خب از اون خاطر گفتم نه هیچ ماله دورنما همی هست دیگه خب دورنما همی هست که
وزیر صاحب متوجه باشین دورنمای خدا فکر کنه. نه وزیر صاحب تا شما باشید منم میاد. تا شما باشید. آخر ببینید. خب دورنمای در بین سوالاتی که داریم هر کس به یک جای دائمی نمیمونه نه؟ خب سکتور امنیت سکتور کلان است. و یک ظرفیت کلان داره. میتونین شما جا را پوزیشن ها را چینج کنین و من جا داره تشکر بکنم از جناب وزیر صاحب فوق العاده یک حمایت قوی میکنن همکارایشان و پیش از او که در شورای امنیت بدون دکتر صاحب ماهب سپاسگزارشان هستم و از رئیس صاحب جمهور که 3-4 بار سر حکم تقریر می امضا کردن من تشکر میکنم دیگه این نظام است، این وطن ماست، این مردم ماست و برای از این مردم خود ما باید کار کنیم به هر جای که هستیم مردم نیازمند یک کار صادقانه هستند موافق است و آسته آسته باید ما و شما جاگزین افراد شویم که اونا دید خدمت واقعی را ندارن هنوز هستن آدم های در این نظام ممکن آدم های باشند که به اون سطح که مردم توقع دارن نتونن برسن ولی ما و شما انشاءالله به اون سطح کار میکنیم بخیر سوالاتی داریم که باید برعکس جواب بدین با بله و نخیر جواب میتین اگر جوابتون بله بود نخیر اگر نخیر بود بله سیز میگن لاغری آرزوی بزرگتان است نخیر آشک پختن یاد داریم بله از خانمتان بسیار زیاد میترسین نخیر ترکیه را رفتن به تفریح ترجیح میدین؟ نه خیر هرات بیشتر از کابل دوست دارین؟ نه خیر آوازه است که عروسی دوم قرار است کنید؟ نه بله چون سوالایتان برعکس من آدارم ما را دم تو برابر نکنیم انسان آرام و با تقوا هستیم؟ با تقوا هستم؟ نه بله یا نه خیر؟ تبصره نیست رستی نه خیر شما در کل 10 نفر محافظ داریم؟ بله بله یعنی نه خیر نه بذاشتید که اینجا من دیده در پروموشن یک چیز دیگه می ساختم خب تشکر از اینکه حضور پیدا کردین نتیجه از این سوالات چی بودن باید شما نتیجه رو ببینین او رو دیگه ما می فاهمید تازر جوابی نه نه او رو دیگه برنامه ببینید او رو دیگه بازده برنامه ببینید بینده ها قضاوت کنن که چقدر شما حاضر جواب بودید چقدر محافظه کار بودید در کل چقدر خواستید که محافظه کاری بکنین و راست و حقایق را برملا بکنین و به مردم برسانید در مورد زندگی شخصی و کاریتان تشکر آریان شب از اینکه دعوت ما را پذیرفتین آمدین به برنامه ما خواهش در آخر اگر کدام گفتنی مانده باشه که ما نگفته باشیم و نپرسیده باشیم شما بگیم عموما سوال های برنامه همی هست از آخر نه کدام پیام داد؟ از کلگی میگه آرزو میکنم که صلح تامین شود بیایه و راستی هم یکی از آرزوهای کلان همه ما یه از که نسل ما دیگه قربانی نشود و ما بریم به طرف یک ثبات دائمی در افغانستان و امنیت سراسری و پایدار تامین شود و بچه های ما نسل های بعدی ما در یک فضای آرامی صلح زندگی کنند و یک آرزوی کلان مایی است که ما در یک فضای امن ایره چند جای دیگه هم گفتم بامیان، بدخشان، نورستان، پکتیار، غور، هرات و هر گوشه مملکت خود با آرامی سفر کنم و ببینم داشته های افغانستان فوق العاده زیاد است و یک عمر آرامش ما ضرورت داریم که تنها ظرفیت و بسترهای تاریخی و سرمایه‌های باستانی کشور خود ما مطالعه کنیم و یه آرزوی ماست که ما از نزدیک ببینیم سلامت باشیم یکی از آرزوهایی که همیشه ما در برنامه سلام زندگی میگم با ما هم بسیار زیاد دوست من زیاد دوستم نورستان من باید نمارم یک بار نورستان برم من دوست دارم یک بار نورستان و یک بار غزنی را ببینم غزنی که در اونجا تولد شدیم اما تا امروز ندیدیم چه قسم خیلی تولد شده که ندیدی؟ خوبه چشمایش بسته بود تولد شدیم و ندیدیم تولد شدیم اما ندیدیم نرفتیم نه
دو سالگی، سه سالگی، پنج سالگی یاد است؟ آها، چطور یادم میاد؟ خب، من شش ماه بودم که از اونجا آمدیم به کابل. سلامت باشین. تشکر بسیار زیاد. حالا یک اجرا داریم. بعد از اینکه خب خدافظی میکنیم، اجرای داوود جان پژمان هم میبینیم. تشکر هم میکنیم از داوود جان پژمان، هنرمند فوق العاده خوب ما که امروز آمدن، افتخار بخشیدن در برنامه ما و دو اجرای زیبا، یک اجرای شنیدیم، یک اجرای دیگه هم بشنویم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. خداحافظ. دوباره ما بدر شد، چرا نمیایی؟ دوباره ما بی دیگر شد، چرا نمیایی؟ دوباره ما بی دیگر شد، چرا نمیایی؟ بلا نبرگشتند، پرنده های مهاجر بلا نبرگشتند، دوباره چه سر شد، چرا نمی آیی؟ چرا نمی آیی؟ چرا نمی آیی؟ چرا نمی آیی؟